هی گایز باشم دارم که حال دلتون عالی باشه من مستر خوب هستم و با یه ویدیو دیگه به سراغ شما برگشتم توی این ویدیو قرار بریم با هم یک کیس و بیمار عجیبی رو بررسی کنیم یک بیماری که نیمه های شب با وضعیت بسیار بد خوابالود آجیته بیقرار و با یک چیز عجیب توی صورتش به اورژانس مراجعه میکنه و بعدش میفهمیم بوم یک چیز خیلی خیلی عجیبی رو میفهمیم که میتونه مغزتون رو منفجر بکنه حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید چون میتونه ته ویدیو جالب باشه براتون و اینکه این نوع بیماری میتونه بسیار عجیب باشه بریم ببینیم ماجرای این کیس و این بیمار چی بوده دوستان یاد نره که ساخت همچین ویدیوهای خیلی انرژی میطلبه حتما حتما برای اینکه این انرژی به من بدید سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید و این ویدیو برای که فکر میکنید نیاز دارن همین الان بفرستید دوستان یاد نره که این ویدیوها بر اساس کامنت های شما ساخته میشه یعنی هر چقدر شما بیشتر کامنت بذارید ویدیوهای بیشتری بر اساس کامنت های شما ساخته میشه پس حتما کامنتتون رو بذارید و در نهایت ویدیو من دو تا از کامنت های رندوم رو انتخاب می و میارم برای اینجا نشونتون میدم Let's do this guys بریم ببینیم ماجرای این بیمار چی بود <تصفح> <تصفح> یک سال پیش تقریبا همین موقع های سال بود شب یلدا بود و ما شب یلدا رو شیفت بودیم مطمئنم اکثر شما دوست نداری شب یلدا شیفت باشید ولی خب شیفت بودیم و رفته بودیم سر شیفت شبکار بودیم و یه مقدار شیفت اولش شلوغ بود یعنی حدوداً از ساعت 8 تا ساعت 12 شیفت شلوغ بود ولی بعد از ساعت 12 خلوت شد و گفتیم اوکی الان وقتشه بریم قهوه مثل پسندانه بخوریم یه مقدار جشن بگیریم و شب رو داشته باشیم تا اینکه ساعت یک شب طولی نکشید که یک سر و صدای از راه روی اورژانس می اومد یک برانکارد و روی برانکارد وقتی که وارد داخل اورژانس شد از استیشن ما داشتیم نگاه می کردیم روی برانکارد یه خانم تقریبا جوانی بود حدودا 20 ساله بود که بیقرار بود و در واقع هی دستاشو به این ور میزد به اون ور میزد و شبیه افرادی بود که عصبی بودن افرادی که حالت عصبی پنیک اتک بهشون دست میده شبیه اون افراد بود که یه لحظه پرستار تریاش اومد بالا سر بیمار و بیمار رو شکش کرد و یه نگاه به بیمار کرد و گفت این همون بیمار این همون بیمار هیستریک است که سه روزه داره میاد حالا شاید بگید مستر هیستریک یعنی چی دوستان هیستریک به بیمارهایی میگن که بیمار نیستن ولی چون عصبی و ناراحتشون ناراحت هستن خودشون رو بی بیماری میزنن که حالا همه براشون دل بسوزونن یک همچین حالتی هیستریک حالا یعنی بیماری الکی حالا گفت پرستار تریاشمون گفت که این همون بیمار هیستریک است سه روزه داره میاتش و خودشو رو حالت عصبی داره و خانوادهش هم میگن ناراحت شده که ما اومدیم بالا سر بیمار و خانوادهش شهید کردن که آره این خانم به خاطر حالا یه ماجرایی ناراحت شده و الان سه روز عصبیه و هر روز داره همچین حالتهایی به خودش میده و میاریمش اورژانسی یه آرام بخش میخوایم خود خانواده از بس این آرام بخش رو زدن میگفتن یه آرامبخش بخش که خب دوستان همونطور که میدونید ما کادر درمان هیچ وقت نباید بگیم بیمار که حتی اگر چندین بار به دنبال هیستیک بودن مراجعه کرده باشه باید حتما همه چی رو از اول چک کنیم من سریعا دستم گذاشتم رو نبز بیمار و نبز بیمار رو از طریق کاروتی چک کردم یه مقدار تند میزد یعنی تپش قلب داشت بیمار و بیمار اصلا استیبل نبود همینطور خودشو میکن بود به این ور به اون ور و خیلی آژیت و بیقرار بود خیلی آژیت و بیقرار بود اصلا یه جا نمیستاد که ما بتونیم چکش بکنیم همراش هی اصرار میکرد تو رو خدا بهش آرام بخش تو رو خدا بهش آرام بخش میزنید که من بهش گفتم ببین آقا ممکن اگه یه مشکلی دیگه داشته باشه اون وقت آرام بخشه براش بد باشه که سری همراش عصبی شد و به من گفت که چه مشکلی دیگه میتونه داشته باشه سه روزه داریم عصبانی میاریمش امروز هم همین شکلی شده تو رو خدا بهش یه آرام بخش بزنید یک همچین حالت عصبی به من گفت و گفتمش باشه حالا آروم باش من وقتی که چک کردم نبضش رو دیدم داره تند میزنه و تنفس هاشم تنده خب توی افرادی که حالا حمله عصبی بهشون دست میده به این شکلی هستن و حالا همه میگن هیستری که معمولا عادیه که فرد تاکی کارد باشه و تاکی پنه داشته باشه خیلی عادی میتونه باشه که فشار و ضربانش رو پرستار تریاج گرفت و گفت فشار بیمار هشته فشار بیمار هشته. زربانش 130 است و اینجا وقتی که این پرستاتورج اینو گفت من خودم تعجب کردم گفت که سچوریشن بیمار یعنی میزان اکسیژن خون بیمار که باید بین 96 الی 100 باشه اگه فردی عادی و فقط حالت عصبی باشه میزان اکسیژنش 85 درصد بود گفتم چی مطمئنی گفت نمیدونم خیلی تکون میخوره شاید به خاطر اینکه داره تکون میخوره خوب نشون نمیده پارس اکسیمتری که ما محکم دستش رو نگه داشتیم و دوباره پارس اکسیمتری رو گذاشتیم و دیدیم دوباره 85 رو نشون داد 85 درصد سطح اکسیژن بیمار بود این بده یعنی یه مشکلی توی تنفسش داره یعنی این دفعه دیگه نمیتونیم بگیم هیستریکه فشارش پایینه فشارش 8 چرا باید یک فردی که عصبی فشارش 8 باشه و ضربان قلبش بالا 130 تا که این دوتا یعنی فشار پایین و ضربان قلب بالا نشون دهنده یک وضعیت مثل شوک هستن وقتی که فرد خون از دست میده یا وقتی که فرد وارد یک شوک آنافیلاکسی میشه حساسی ازا میشه این علائم را خودش نشون میده اما اکسیژن پایین خون چیزی رو به ما نشون نمیداده یعنی چیزی رو توجیه نمیکرد چرا باید اکسیژن این بیمار پایین باشه بیماری که ما الان داریم میبینیم بیقراری میکنه ولی خب تنگی نفسی نداره گرچه تون نفس میگشه ولی شکایتی از تنگی نفس نداره فقط داره خودش رو به این ور اون ور میزنه که محکم بیمار رو نگه داشتیم و دیدیم کلا بیمار هوشیار نیستش یعنی بیقراره ولی هوشیار نیست و از روی هوشیاری این کارو نمیکنه یعنی از روی هوشیاری خودش رو عمدن تکون نمیده گرچه همراهاش اصرار داشتن که بیمار میدونه مثل سه روز قبل میدونه و داره الکین این کارا رو میکنه حتی پرستار تریاژمون میگفت مطمئنم این خودش میدونه داره این کارا رو الکی میکنه سه روز پیش هم همینطور اومده بوده که ما حتی محرک درناک بهش دادیم و دیدیم هیچ تأثیری روش نداشت و عملا داره این حرکات رو غیر ارادی انجام میده یعنی قطعا بیمار یه مشکلی داشته که من اصرار کردم که با وجود اینکه بیمار سه روزه به حالت عصبی میاد و علائمی شبه هیستریک داره و همه فکر میکنن که خودش داره این کارا رو میکنه اصرار کردم که همین الان بیمار بره سی بیمار بره اتاق احیا بیمار سری رفت اتاق احیا و بیمار رو مانیتور کردیم و مانیتور بیمار یه عدد 140 تا رو نشون داد یعنی 140 تا ضربان داشت دوباره توی حالت مانیتور اتاق احی... سی که خیلی مانیتور منو... دقیقی داره رو پالس اکسیمتری رو گذاشتیم روی انگوشش گذاشتیم و دیدیم دوباره اکسیژن خودش 85 درصده که من ماسک اکسیژن رو برای بیمار گذاشتم و حینی که داشتم ماسک اکسیژن برای بیمار فیکس می کردم متوجه یه چیز عجیبی توی صورت بیمار شدم صورت بیمار خاکستری رنگ بود نسبت به دستهاش خاکستری رنگ تر بود یعنی پوست دستهاش یک حالت سفید کرم رو داشت ولی صورتش خاکستری رنگ شده بود حالت سیانوزه فردی که اکسیژن رو براش قطع میکنی و سیانوز میکنه کبود میشه رو دیدید دقیقا این شکلی بود این بیمار صورتش کبود شده بود خاکستری شده بود و لبه های بیمار آبی به بنفش بود What? یه لحظه جا خوردم و گفتم این دیگه چیه این دیگه چیه لباش بنفشن و صورتش خاکستریه و بیمار اکسیژن خونش 85 و کبود شده یعنی یه مشکلی داره بیمار خوب نمیتونه اکسیژن رو بگیره و به خاطر اون کبود شده و الان بیقراری پیدا کرده حتما به خاطر کاهش اکسیژنه که اکسیژن به مغزش نمیرسه که الان بیقرار شده همه اینا داشت تو مغزم میرفت داره داشت تو مغزم اجرا میشد که یه لحظه بیمار تشنج کرد تشنج کرد و داشت کف بالا میورد همونجا سری رگ بیمار رو گرفتیم داشتیم رگ دو تا رگ بیمار رو میگرفتیم که به پرستار گفتم سری رگ بیمار رو بگیرید دو تا رگ بیمار رو گرفتن و رگ بیماری که گرفتم گفتم سری قند خون بیمارم چک کنید قند خون بیمار 150 بود و مشکلی نداشت سری از طریق رگی که گرفتیم همونطور بیمار داشت تشنج میکرد و باید تشنج مهار میکردیم از رگی که گرفتیم برای بیمار آمپول دیاسپام رو زدیم که تشنج مهار شد و تشنج بیمار مهار شد و سریعا برای بیمار اکسیژن رو گذاشتیم و اکسیژنش رو بردیم تا صد درصد و واقعا نمیدونستیم ماجرا از چه خبره بیمار کبود شده بود لباش بنف شده بود سچوریشنش 85 بود فشارش 8 بود زربانش بالا بود و الان تشنج کرده بود یعنی یک فضیعت مغزی داره نکنه بیمار خونریزی مغزی داشته باشه گفتم مطمئنید اتفاق دیگه ای نیفتاده مطمئنید بیمار همین بوده عصبی بوده در روزای پیش که همه میگفتن آره با عصبانیت مراجعه کرده حتی من پرونده های قبلی شما در واقع بررسی کردم دیدم آره همش با عصبانیت مراجعه کرده فقط آرام بخش گرفته خوب شده با پای خودش رفته خونه پس الان چرا این شکلی بیمار که همون لحظه که داشتیم آزمایشات بیمار رو میگرفتیم همه آزمایشات رو برای بیمار رد کردیم که بالاخره بفهمیم بیمار مشکلش چیه همون لحظه که داشتیم آزمایشات بیمار رو میگرفتیم متوجه یه نکته توی آزمایشات شدم قبل از اینکه اصلا بره آزمایشگاه خون بیمار به شدت به شدت به شدت سیاه بود خیلی سیاه بود سیاه قلیز 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 خون نباید اینقدر سیاه باشه خون باید یه مقدار قرمز طور هم باشه این اصلا قرمز نبود و مثل قیر سیاه بود مثل قیر سیاه بود خیلی عجیب بود و حتی به بچه ها گفتم که حتما ای بی جی شو بگیرید به همکارم گفتم ای بی جی یا در واقع از شریانش هم آزمایش بگیرید ABG برای بررسی گازهای خون هستش که چقدر گازهای توی خون اسیدی شده خون اسیدی نشده خون اینها برای ما مهم بود و خونشو رو که گرفتن از طریق شریان همونطور که میدونید خون شریان چون پر از اکسیژنه باید قرمز باشه قرمزترش خون ورید باشه و همینطور که خون رو میگرفت خون همچنان قلیز سیاه 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 بود و اصلا تفاوتی با خونی که از ورید گرفته بودیم نداشت قشنگ سیاه بود دوستان باور نمیکنیم ما وقتی که این صحنه رو دیدیم خیلی تعجب کردیم گفتیم چی شده بیمار چرا خونش سیاه اینقدر کبوده و همه چی به هم ریخته که یه لحظه یاد یه بیماری افتادم که دو سال پیشتر مراجعه کرده بود که دقیقا همچین شرایطی رو تقریبا داشت که ما بعدش فهمیدیم به خاطر در واقع مشکلات خونی به خاطر مشکلات خونی که اون البته تالاسمی بود از نوع تالاسمی بود به خاطر مشکلات خونی و واکنش به خونی که گرفته بود دچار متهموگلوبینیمی شده بود حالا شب بگی مستر متهموگلوبینیمی چیه؟ دوستان ببینید گرچه اسمش سخته و خیلی جالبه ببینید توی خون ما گلبول قرمز وظیفه اکسیژن رسانی به اندامی مثل مغز قلب و همه اندام بدن دارن های قرمز این اکسیژن رو به کمک هموگلوبی که در داخل خود های قرمز هست یک پروتئینه به کمک هموگلوبین اکسیژن رو میگیره و منتقل میکنه به مغز به قلب که مغز و قلب از بین نرن این شکلی بدن ما اکسیژن تراپی میشه حالا این هموگلوبین در حالت عادی میتونه اکسیژن رو بگیره روی آهنی که داره میتونه اکسیژن رو بگیره داخل هموگلوبین آهن وجود داره و آهن عاشق اینه که با اکسیژن متصل بشه و در نتیجه اکسیژن رو منتقل کنه اما بعضی موقع ها به خاطر یه سری از اختلالات خونی این هموگلوبین آهنش تبدیل میشه به یه آهن دیگه ای که الان در ادامه بتون میگم از آهن دوباره مثبت تبدیل میشه به آهن سه بار مثبت فریک و این آهن سبار مثبت نمیتونه اکسیژن رو بگیره و اکسیژن نمیتونه سوار گلبول قرمز بشه و اکسیژن دیگه نمیتونه منتقل بشه ما به این نوع گلبول قرمز که هموگلوبینی که الان داخلش نمیتونه اکسیژن رو بگیره میگیم مت هموگلوبینمی هموگلوبینی که نمیتونه اکسیژن رو بگیره فایده دیگه نداره چون که آهنش تغییر پیدا کرده خیلی چیز عجیبی هستش این واجه است که اصلا وقتی اتفاق میفته میتونه کشنده باشه و چون خون نمیتونه اکسیژن رو بگیره تبدیل به خون سیاه میشه چون در واقع اکسیژنه که خون رو روشن میکنه این اکسیژنه که وقتی وارد هموگلوبین میشه و متصل میشه به داخل در واقع این گلبول های قرمز خون رو روشن و قرمز میکنه و به خاطر همینه که خونی که از شریان میاد پر اکسیژن قرمزتر از خونیه که توی وریده و کم اکسیژنه اکسیژن که باعث روشنایی خون میشه و وقتی که تو اکسیژن توی خونت نداشته باشی عملا خونت سیاه و غیری میشه و یه لحظه که به یاد افتادم گفتم یعنی میتونه این بیمار مت هموگلوبینی می باشه که برگشتم به همراهش گفتم سابقه خونی تالاسمی چیزی نداره هیچ کدوم از شما تالاسمی نیستید گفتن نه تالاسمی نیستیم مشکلی هم نداره که اصلا توجیه پذیر نبود و یه چیز دیگه میتونه باشه اگر تالاسمی و اینها نباشه، مشکل خونی نداشته باشه، یه اتفاق دیگه باعث ایجاد متهموگلوبینمی میشه. مسمومیت. مسمومیت با یه سری از مواد مختلف میتونن باعث ایجاد متهموگلوبینمی بشن. چه موادی؟ میتونن مختلف باشن. و بهشون گفتم این بیمار چیزی نخورده، مطمئنی چیزی نخورده؟ مطمئنید خودش اقدام به حالا خودکشی چیزی نکرده باشه چون میگید عصبی بوده سه روز پیش که همشون با هم گفتن نه ما مطمئنیم هیچی نداریم توی خونه اصلا چیزی پیشش پیدا نکردیم هیچی پیشش پیدا نکردیم که یه لحظه متوجه شدم خواهرای این بیمار پدر مادر میگفتن هیچ اتفاق نیفته و یه لحظه متوجه خواهرای این بیمار یه مقدار ترسیدن و داشتن در گوشی حرف میزدن که متوجه شدن یه چیزی رو میدونن که نمیخوان بگن خواهرای بیمارا رو کشیدن کنار و گفتم ببینید جون بیمار شما این وسطه بگید که آیا میدونید این بیمار چیزی رو مصرف کرده یا نکرده که یکی از اونا گفت که نمیخوایم به پدر مادرمون بگی ازتون خواهش میگم چیزی به پدر مادر ما نگید چون عصبی میشن خواهر ما یه پودر سفید رنگ رو مصرف کرده بود به عنوان خودکشی و گفتم اون پودر چیه میتونید عکسش رو دارید به من بدید گفتن آره عکسش رو گرفتیم عکسش رو به من نشون دادن و این پودر بود همه بدنم مورمور میشد و یه لحظه شوکه شده بودم و همینطور مات به عکس نگاه کردم و چیزی نبود جز نیترات سودیوم نیترات سدیم دقیقا یکی از عوامل ایجاد متهموگلوبینیمی و مسمومیت گلگوله های قرمزه یکی از مهمترین هاشونه و باعث مرگ هم میشه نیترات سدیم چی؟ نیترات سدیم یک ماده ترکیبی شیمیایی هستش که برای ماده نگهدارنده غذا استفاده میشه اما به میزان خیلی کمش به میزان زیادش که الان پودر نیترات سدیم این فرد پودر رو گذاشته بوده توی یک لیوان و خورده بوده و این رو دو ساعت پیش یا سه ساعت پیش خورده بوده یعنی عملا الان جذب شده بوده الان کلش جذب شده بوده و من سری وارد شدم و گفتم به پزشکمون به متخصص طب اورژانسمون گفتم که بیمار نیترات سدیم استفاده کرده و الان دچار مت, مت گلوبینی میه سری رفتم به آزمایشگاه زنگ زدم و گوشی رو که برداشتم گفتم ای بی جی بیمار چی شد آزمایش ای بی جی چی شد که گفتن آزمایش ای بی جی بیمار به شدت مختل هستش به شدت مختله پی uh, اچ بیمار که باید بین که نشون دهنده اسیدی بودن خونه باید بین 7 و 35 الی 7 تا 45 باشه 7 بود اومده بود تا 7 خیلی اسیدی شده بود خون اومده بود پایین این یعنی اسیدی خون اسیدی شده بود خون به خاطر وجود این همه نیترات و و نبود اکسیژن توی های قرمز اسیدی شده بود و به خاطر اسیدوز خون ببینید خیلی جالبه خون وقتی که اسیدی میشه کل بدن خاموش میشه از جمله مغز تفکر شناختش از بین میره اتفاقی که توی این بیمار افتاده بود مغز خاموش شده بود و وقتی که داشت تشنج میکرد دقیقا این اتفاق افتاده بود که داشت به مغز فشار وارد میکرده این اسیدوزی که اتفاق افتاده و الان فرد داشته وارد کما می شده کمایی که به دنبال اسیدوز اتفاق می افتاده. و ما باید جلوگیری می کردیم از این کما چون وقتی که اگه فرد وارد کمای اسیدوزی بشه خیلی سخت میشه از اون حالت درش بیاری خیلی سخت میشه واقعا درش بیاری و سریعا گفتم که مت هموگلوبینی بیمار چند درصده که دوستان ببینید مت هموگلوبینی بیمار باید کمتر از یک درصد باشه توی این بیمار مت هموگلوبینیمی رسیده بود به پنجاه درصد پنجاه درصد فکر کنید اگر 70 درصد به بالا باشه یعنی مرگ پنجاه درصد دچار مت هموگلوبینیمی یا اختلال در گلبول های قرمز شده بوده پنجاه درصد کم نیستش دقیقا توضیح میده که چرا بیمار صورتش در واقع خاکستری لباش آبی شده بوده چرا سیانوز اتفاق افتاده چرا بیمار میزان اکسیژن خونش مختل بوده اومده بوده پایین 85 درصد بوده البته اینا بهتون بگم توی افرادی که دچار مت گلوبینی می میشن سچوریشنی که ما ازشون میگیریم واقعی نیست یعنی ممکنه بهت نشون بده 85 درصده ولی ممکنه حتی 80 درصد باشه یا 90 درصد باشه چون به خاطر تغییر رنگ خون این پارس اکسیمتری خوب نمیتونه تشخیص بده که میزان اکسیژن چقدره چون الان اکسیژن توی پلاسماس نتونسته سواره در واقع گلوبول قرمز بشه چون گلوبول قرمز هموگلوبینیشون بی استفاده شده و شده مت هموگلوبینیمی خیلی فاجعه است یعنی ما اکسیژنی هم که برای بیمار گذاشتیم عملا بیفایده بود چرا بیفایده بود چون هر چقدر هم شما اکسیژن رو ببری بالاتر از اون وقت، گولبول قرمز سالمی نداره که بخواد این اکسیژن رو بگیره ولی خب ما باید اکسیژن میدادیم چون فعلا پنجاه درصد متر هموگلوبینی شده بود هنوز اضافه نشده بوده هنوز به هفتاد درصد نرسیده بوده و دوستان حواستون باشه که مت هموگلوبینمی میتونه باعث آریتمی قلبی و ایست قلبی هم بشه خب شاید بگید مثلا خب پس چیکار کنیم برای این بیمار چکار کردید دوستان ببینید اولین دارویی که باید برای این بیمار ما باید تزریق میکردیم داروی متیلن بلو هستش متیلن بلو یه داروی هستش که آبی رنگ از اسمش هم معلوم آخرش بلو داره متیلن بلو این در واقع دارو دقیقا میاد این مت هموگلوبین رو برطرف میکنه و دوباره هموگلوبین رو آزاد میکنه و میتونه در واقع آهن رو برگردونه به حالت اولی که هموگلوبین دوباره بتونه اکسیژن بگیره آنتیدوت این ماجرات چیزی که ما میخوایم چیزی که الان ما میخوایم چون بیمار به دنبال از نیترات سدیم پودر نیترات سدیم مسموم شده و این اتفاق افتاده و الان ما باید متیلن بلو بدیم که متیلن بلو رو آماده کرده بودیم متیلن بلو به صورت آمپول های همونطور که میبینید ده سیسی هستن که معمولا 50 میلی گرم هن. یعنی 50 میلی گرم متیلن بلو توی این آمپول هستن برای این افراد دوز متیلن بلو برای افرادی که دچار متهموگلوبینی شدن به هر یک کیلو یک میلی گرمه این فرد حدوداً پنجاه کیلو بوده که ما براش 50 میلی گرم داره یه متیلین یعنی یک آمپول کامل ده سیسی رو آماده کرده بودیم داشتیم آمادهش میکردیم که به همراه گفتم که مطمئنی بیمارت حالا حساسیت به باقلا نداره فاویس نداره که گفت نه نداره ها فاویس نداره گفتم باردار که نیست گفت نه باردار نیستش و یه لحظه همکارم به من گفت که چرا پرسیدی فاویس نداره گفتمش ببین متیلن بلو برای افرادی که دچار مشکلات جیسکسپیدی هستن یعنی آنزیم g که توی فاویس مختله دچار این اختلالات فاویس هستن موثر نیستش چون اگر متیلن بلو بخواد کار کنه یعنی داروش بخواد تاثیر بذاره نیاز به آنزیم g داره در افرادی که فاویس دارن این آنزیم رو ندارن پس حتما باید بپرسی از این بیمار که فاویس رو داره یا نداره و حتی در افرادی که فاویس دارن متیلن میتونه باعث تریکیدن گلبول های قرمز بشه و بعدش گفت خب پس چرا پرسیدی باردار هست یا نیست گفتمشون ببین وقتی که باردار باشه فرد اگر متیلن بلو رو بدی به سرعت میتونه آسیب جنینی بشه یعنی جنین رو از پا در بیاره متیلن بلو جزء داروهای ایکس هستش و چون دیدم که بیمار خب سه روزه داره با مشکلات روانی مراجعه میکنه شکن که نکنه داروهای روان استفاده میکنه چون دوستان اگر داروهای روان مثل در واقع داروهای SSRI یا داروهای مثل MAO یا داروهای مثل SNRI مهار کننده های سیروتونین استفاده کنه این داروها میتونن با میتیلن بلو تداخل ایجاد کنن و ایجاد سندروم سیروتونین بکنن فرد رو اصلا بی قرار کن بی قرار تر بکنن پس نباید داروی امبولو رو با افراد با داروهای روان ترکیب کنیم بهشون گفتم داروی روان که مصرف نمیکنه. گفتن نه همین سه روزه که این اتفاق افتاده براش اصلا نبردیمش روان پزشک. که خب همه شرایط تزریق داروی امبولو بود و به همکارم گفتم دارو رو آماده کن گفت چطوری آمادش کنم گفتم ببین یه میکروست یه میکروست 100 سیسی بگیر و توی میکروست سرم دکستروز واتر سرم قندی بذار گفت چرا سرم عادی سرم نمکی نمیتونم بذارم گفتم ببین متیلن بلو توی سرم نمکی حلالیتش رو از دست میده و رسوب میده نباید توی سرم نرمال سالین یا نمکی داد باید حتما توی دکستروز واتر بدی 100 سی سی پر کردیم و اون آمپول متیلن بلو رو گذاشتیم توی اون 100 سی سی و همه اون میکروسیت حالت آبی رنگ پیدا کرد و برای بیمار تیه ده دقیقه انفوزیونش کردیم طی ده دقیقه گذاشتیم انفوزیون بشه و بره توی رگ بیمار و خب در کنارش برای بیمار از رگ دومش مای تراپی کردیم چون مایعات زیاد گذاشتیم یک هیت سرون براش گذاشتیم تا این اسیدوز رو بشوره ببره این خیلی مهمه برای بیمار سند فولی فیکس کردیم چون نمیخوایم آسیب به کلیه هاش وارد بشه چون میتونه آسیب به کلیه وارد بشه چرا چون نه به مغز داره اکسیژن میرسه نه به قلب داره اکسیژن میرسه نه به کلیه ها اکسیژن میرسه این خیلی خیلی نکته مهمی هستش خیلی نکته مهمی هستش و نگران این بودیم که نکنه یه لحظه بیمار دچار وی اف یا وی تک کنه چون اکسیژنی به قلب نمیرسه و ممکنه قلب سکته کنه و مانیتور قلبی رو هم داشتیم و هی نوار قلب میگرفتیم و خدا رو شکر نوار قلباش خوب بود یعنی از این لحاظ خوب بود نوار قلباش وقتی که س... در واقع 100 سی سی سرم بلو تموم شد از یه سم داشتیم نرمال سالیم میدادیم و توی سرم نرمال سالیم در واقع ویتامین C رو تزریق کردیم چون یکی دیگه از درمان ها برای متهموگلوبینمی تزریق ویتامین C هستش یعنی میتیلین بلو رو میدی مایه تراپی میکنیم و تزریق ویتامین C هم میتونه کمک کننده باشه منتظر بودیم که بیمار چه واکنشی نشون میده و خدا رو شکر چند دقیقه بعدش یعنی در رب ساعت بعدش بیمار هوشیار شد هوشیار شد و میدونست کجاست و یه مقداری از کبودی صورتش اومده بود پایین و کبودی صورتش برطرف شد و به سچوریشن که ناگاه کردم سچوریشن از 85 درصد یعنی اکسیژن خون رسیده بود به 93 درصد و حال بیمار بهتر شده بود از اون ور کیسه ادرار بیمار رنگ آبی به خودش گرفته شده بود که به بهم گفت چرا رنگش آبیه نکنه کلیاش آسی دیده؟ گفتم نه این رنگ مال همون دارویی که ما دادیم در واقع رنگ, رنگ داره و به خاطر همین این کیسه آبی رنگش شد درف کرده توی ادرار و این شد که بیمار هوشیارتر شد استیبل شد و جواب داد به میتیلن بلو جواب داد وقتی که بیمار به میتیلن بلو جواب بده یعنی درمان موثر بوده که بعدش بیمار رو به یک مرکز مسمومیت اعزامش کردیم البته هوشیار ازامش کردیم و بیمار این توبه نشد چون بیدار شد و تونست خودش نفس بکشه سچوریشنش هم برگشت به 95 درصد با اکسیژن و بیمار خدا رو شکر به مغزش آسیب نرسیده بود اون آسیب حاده که ممکن بود هر ثانیه به خاطر نبود اکسیژن برسه نرسیده بود و با کمک متیلن بلو تونستیم اون در واقع مسئولیتی که ایجاد شده رو برطرف کنیم و بیمار رو اعزامش کردیم رفت و در واقع خواهرش با گفتن اینکه بیمار نیترات سدیم مصرف کرده باعث شدن که بیمارشون نجات پیدا کنه چون اگه نمیگفتن ممکن بود دیرتر بفهمیم ماجرا چیه و دیرتر متیلن بلو رو بدیم و اون وقت ممکن بود آسیب به مغز برسه این خیلی نکته مهمیه یه نکته دیگه هم هینی که داشتیم برای بیمار کار انجام میدیدیم خیلی جالب بود دوستان یکی از کارهایی که برای اینکه بفهمید فرد متیلمبولو بفهمید فرد متهموگلوبینی می داره یا نداره اینه که روی یک برگه سفید خون بیمار رو اینطوری قطره قطره بچکونید روی برگه سفیدی و بعد اکسیژن رو جلوی خون بیمار بگیرید در حالت عادی اگه این کارو بکنید و بیمار خونش عادی باشه متهموگلوبین نباشه خون روشن میشه چون اکسیژن بهش میزنه و خون رنگ روشنتر میشه ولی در حالتی که متهموگلوبینی می باشه شما اکسیژن بذاری جلوی قطره خون خون همچنان غیر رنگ و سیاه میمونه چرا چون گلبول های قرمز نمیتونن اکسیژن رو بگیرن و این بیمار اعزام شد در مرکز مسمومیت و من بعدش پیگیر شدم بیمار حالش با حال خوب بعد از دو سه روز مرخص شده بود و خدار شک اتفاق براش نیفتاده بود و حتی تزریق خون هم نداده بود چون دوستان اگر متیل مولو جواب نده اگر ویتامین سی جواب نده اگر مایه تراپی جواب نده اون وقت باید از داروهایی مثل, مسکارهایی کارهایی که باید انجام بدیم که بیایم خون برای بیمار تزریق کنیم مستقیما خون برای بیمار تزریق کنیم و عملا اصلا کل خونش عوض بشه ولی به اون مرحله نرسیده بود و بیمار حالش بهتر شده بود گرچه مت هموگلوبینیش تا 50 درصد اومده بود بالا و فقط 20 درصد تا مرگش مونده بود و این شکلی بود که این بیمار توی شب یلدا نجات پیدا میکنه و مسمومیتش رفت میشه دوستان این شکلیه مسمومیت با نیترات سدیم اینقدر میتونه خطرناک باشه دوستان. رسیدیم به انتهای این کیس جالب شب امیدوارم که شب یلداتون بهترین شب زندگیتون باشه تا ویدیو بعدی نمیدونم ممکنه راجع به چه موضوعی باشه مثل پسند باشید